ستایی که میبینید اون وسطیه سحابی جباره و ستایی نیست و دیگه و بقیه در همین راستا میایم این مثلثی که میبینید پوزه گاو در واقع صورت فلکی سور، اینم شاخشه بسیارم بزرگه و اینم خوشه پروین هفت خواهران. یه فکوس رو کنم که ببینید چقدر خوشگله. تو درجه نمک گیر کرده بودم، جاده رو سیلاب برده بود و یه اون چیزایی که بلد بودم ماشین رو دارم و این هم درجه نمکه. وقتی میرسید به درجه نمک بعضی که میرسید اینجا چگونه ما موجوداتی کوچک زیسته بر ذره خاک قادر به فرستادن سفینه فضایی به فضای میان کهکشانی کهکشان راه شیری شده ایم. تنها چند سده پیش معادل یک ثانیه از تقویم کیهانی ما نمی دانستیم از کجا آمده و یا که بوده ایم. بی توجه به باقی جهان، محبوس و ساکن در جهانی به مثابه زندان، در پهنه عظیم کیهان، گرفتار در پوستی از گردو. چطور از این زندان گریختیم؟ تلاشی از محققانی در نسل‌های متفاوت که پنج قانون ساده رو از بر کردن. قدرت پرسشگری. هیچ ایده‌ای درست نیست به صرف اینکه گوینده‌ای دارد. حتی گفته‌های خود من. اندیشه و تفکر خودتون رو داشته باشید. از طریق سوال خودتون رو زیر سوال ببرید. هیچ چیز رو تا از خودتون تجربه نکرده این باور نکنید. چون احساس خوبی از باور اون به دست میاریم. باور کردن چیزی اون رو تبدیل به یک واقعیت نکرده و سازنده اون نیست. فرضیه های خودتون رو با مشاهدگری و تجربه آزمایش کنیم. اگه فرضیه مورد علاقتون در آزمایش شکست خورد، اون فرضیه اشتباهه. با مسئله کنار بیاین. در جستجوی شواهد و قوانین باشیم به هر کجا که شما رو ببره. اگه مدرکی ندارین قضاوت نکنین. به یاد داشته باشین شما هم میتونین مرتکب اشتباه بشین. حتی مشهورترین دانشمندا در مورد پاره ای از مسائل اشتباه کردن. نیوتن، انیشتین و هر دانشمند بزرگی در طول تاریخ همگی اشتباهاتی کردن. البته که اشتباه کردن، آنها هم انسان بودند. علم راهی است برای جلوگیری از فریب خودمان و دیگران. آیا دانشمندان گناهان نابخشودنی داشتند؟
صد البته. ما از پتانسیل علم سوء استفاده ها کرده ایم، درست به اندازه هر ابزار دیگه‌ای که در دست داشتیم، و دقیقاً از همین روی هست که نمیتونیم اون رو در دست مستکبران بی اخلاق رها کنیم. هرچه علم در میان همگان عمومی تر شود، امکان سوء استفاده از آن کاهش می‌یابد. چراغ دانش افراطگری و دوگماتیسم و جهل رو از بین می‌بره. دانستن قدمت زمین و یا فواصل ستارگان و یا چگونگی شکل گیری گونه های حیات چه فرقی به حال ما خواهد داشت؟ خب قسمتی از اون به شما بستگی داره و به جهانی که در وجودتون ساختین و زندگی میکنین. جهان شما چقدره؟ بعضی از ما جهان کوچکی داریم، اشکالی نداره، قابل فهمه، اما من جهانی بزرگ را دوست دارم و زمانی که تمام اون رو به عمق قلب و مغزم میبرم، با اون روحم تعالی پیدا میکنه و اون زمانی که این احساس رو دارم، دوست دارم تا واقعیات رو بیشتر لمس کنم و دوست دارم بدونم که این حس فقط در من رخ نداده، چون در عالم تنها چیزی که واقعیت داره حقیقته و تمام تخیلات ما در مقابل واقعیت شگفت انگیز طبیعت هیچ نیست. میخوام بدونم در دل اون تاریکی ها چی میگذره و قبل از بیگ بنگ و انفجار بزرگ چی رخ داده. میخوام بدونم در پشت گستره عظیم افق کیهانی چه چیزی نهفته. خدا حیات رو چگونه در پهنه کیهان دمیده؟ آیا نقاط دیگه‌ای در کیهان وجود داره که ماده و انرژی جان گرفته باشن و حیات یابن؟ میخواهم اجداد و نیاکانم را باز شناسم، همه ی آنان. میخواهم حلقه‌ای مستحکم و قوی در تبادل میان نسل‌ها باشم. میخواهم حافظ فرزندانم باشم و تمام کودکانی که در آینده خواهند آمد. ما کسانی هستیم که با چشم‌ها و گوش‌ها، افکار و احساساتمان کیهان را در بر گرفته‌ایم. شروع به کاوش آغاز و منشأمان کرده‌ایم. جستجوی سخت در مسیری طولانی که در بازشناخت مواد ستاره‌ای در فرایند تکوین ماده به کوچه آگاهی رسانده ما. ما و دیگر جانداران این سیاره حامل میراثی اسطوره‌ای از کیهان هستیم، در برگیرنده میلیاردها سال. اگر که این دانش را در قلب بنشانیم و اگر که طبیعت را آنچنان که هست شناخته و بدان عشق بورزیم، آنگاه بیشک به عنوان حلقه خوب و مستحکم در چرخه حیات توسط نوادگانمان به یاد خواهیم آمد و کودکانمان این مسیر جستجو و کاوش را ادامه خواهند داد. دیدن خود آنگونه که ما پیشینیانمان را نگاه می‌کنیم، کشف حقایقی که هنوز غیر قابل تصورند در پهنه کیهان. این بچه این یک کوچولو اینجا رو من به مادرم قول دادم که ببرمش درچه نمک، و درچه نمک خب گفتم نمک کلی نمک ریخته و سنگ نمک هستش و اینا. بعد ما که رفتیم شب قبلش بارون اومد و درچه نمک به ارتفاع مثلا 10 سانتی متر آب کل دریچه رو پوشون و هیچ نمکی نبود. بنده خدا مادرم اینجا فکر گولش زدم، ولی اینجوری نبود واقعا، نمیدونم. خب این یک مقدمه بود. بذارین اول تصویر خودم رو بیارم، خودم کجام، خودم اینجا.
آها سلام، سلام. البته من اینجام، دوربین یکم پایینه به خاطر اینکه شارژ چیز پایش داره شارژ میشه، به خاطر این مجبورم دوربین رو یه چیزی بذارم که پایینه اینجوریه. حالا میخوایم خبر اسدی که دیشب داشتیم رو یه مروری کنیم و ببینیم که چه خبر بوده و از چه اجرامی عکاسی کردیم. برای این منظور من خب ما یه سری اهدافی رو از قبل تعیین کرده بودیم و طبیعیه واسه عکاسی نجومی شما باید این کارو بکنید و از قبل برنامه‌ریزی کنید و یهویی نیایید مثلا بگید حالا آسمان چه خبره و شروع کنید به عکاسی. من یه پانورامایی که از وایت فیلد در واقع پانورامای راه شیری بزنیم بیارم بزنم اینجا که ببینید. قبلا گرفتم ولی خب پانورامو کامل نیست و باید چندین شات دیگه بزنم. اما برای اولین جرمی که عکاسی کردیم برای منظور من باید این عکس رو باز کنم که شما ببینید از چه جرمی عکاسی کرد. میارم اینجا. سری پیش یعنی در واقع پست آخر رو که میبینید عکسی هست از صحابی مرداب که این صحابیه و در واقع یکی از پرنورترین صحابی هایی هستش که این شبا میشه تو آسمان دید. این عکس رو با لنز 70-200 گرفتم و میگم یه پانورامایی هستش که هنوز کامل نشده. اما بالای صحابی مرداب یه صحابی دیگه است اینجا میبینید و بهش میگن صحابی ستیکه یا The Three-Fed Nebula. حالا چرا این سوژه رو انتخاب کردم؟ چون اگه بخواید از همین چرا بستم عکسو از همین صحابی که میبینیم و از مرداب عکاسی کردیم، میخواستیم از برنامه من این بودیش که از این صحابی عکاسی کنیم چون بسیار بسیار رنگای زیبایی داره و یکی از سوژه هایی هستش که این شبا خیلی بهترین شبایی هستش که میشه از این سوژه عکاسی کرد، صحابی تریفید. حالا بریم اول عکس قابل رو ببینیم از این سوژه بسیار فوق‌العاده و اون موقع متوجه میشید که من میگم اینجوری بیارمش اینجا رنگاش فوق‌العاده است یعنی چی. ببینید همین قسمتی که میبینید و ما بزرگش میکنیم و این عکسی که هاول گرفته من دیگه هیچ حرفی ندارم در مقابل زیبایی این صحابی و زیبایی این تصویر. البته این عکس رو هاول گرفته، تلسکوپی که اندازه یه دونه اتوبوسه و با پیشرفته ترین تکنولوژی داره بالای جو زمین حرکت میکنه به خاطر اینکه اون خطای جو زمین و اتمسفر رو تو عکساش نداشته باشه و چنین عکسی رو گرفته. ما دیشب خب طبیعه از این سوژه شروع کردیم به عکاسی و عکسی که دیشب گرفتیم رو الان میارم که ببینید. میام اینجا رو دیپ اسکای و روی نیکون D850 با تلسکوپی که دکتر بیدار زحمتشو کشیدن و اتاپ تلسکوپ بچه خیلی سخته، اصلا به این آسونی نیست که شما فکر کنید یه سه تلسکوپی رو میذارید دو سپایه و حل دیگه بعدش خودش شروع میکنه عکاسی و اینا، اصلا اینطوری نیست، پروسه خیلی سختی داره. و من اگه کلی باز کنم میتونیم همه عکس‌ها رو ببینیم. بذارید با این نرم افزار باز شه که ببینیم کلا عکسایی که دیپ اسکای گرفتیم رو یه مروری بکنیم. البته تو این مموری حدوداً ببینید این چند تا عکاسی دیشبه فقط، یعنی این 5 تا مموری 32 گیگ عکاسی دیشب. خب من اینو با یه نرم افزاری باز کردم که شما بتونید همه عکس ها رو ببینید و این یکم البته چون حجم عکس بالاست. این صحابی ستیکر رو دیدیم. خب ما اولین شاتی رو که گرفتیم بذارید اینجا اول دوربین D850 رو بشناسه و اینو خیلی نرم افزار خوبیه این نرم افزار. و اولین شاتی که از صحابی مرداب زدیم یه شات موفق بود.
یعنی یه شات عالی، بسیار زیبا. و من اینجا یه ذره نور میدم که ببینیمش، ببینیمش، ببینیم چه خبر. میایم اینجا، این صحابی تیکه است، تازه عکس هابل بهتون نشون دادم و از اینجا عکاسی دیپ اسکای ما شروع شد، یعنی عکاسی که با تلسکوپ انجام دید. من سرم خیلی بالاست، خیلی بده اینجوری، ولی خب دیگه یه رو به بعد شارژش کامل میشه جایگزین میکنه. و شروع کردیم این، خب میخواستیم که بیاد وسط کادر و شات بعدی این کار رو انجام دادیم و شروع کردیم به عکاسی از این صحابی، چندین شات زدیم، یعنی با توجه به اون تصاعد لوگاریتمی که من محاسبه کردم واسه تعداد شاتاش، چندین شات خیلی خوب زدیم، یعنی فکر کنم 70 80 تا شات زدیم. این هر چقدر شات ها بیشتر باشه، نور و رنگ صحابی موقع پردازش بیشتر خواهد بود. یعنی خیلی خوب زدیم، ببینید کوچکترین یعنی ذره تکون نخورده کادرها، این نشون دهنده اینه که چقدر مقر تلسکوپ دقیق داره عمل میکنه. حداقل 45 دقیقه از یه سوژه‌ای که 2500 میلیمتر عکاسی میکنید و هیچ خطایی نداره. خب بعد از اینکه این عصبی ستیک عکاسی کردیم، خب میخواستیم که از یه سوژه عکاسی کنیم که قبلا یه بار تمرین کرده بودیم و خیلی من دوست داشتم این سوژه رو، یه سوژه بسیار زیباست، بسیار فوق‌العاده است، در واقع The Whirlpool Galaxy، کهکشان گرداب، که در واقع دو تا کهکشان که دارن با هم دیگه برخورد میکنن. و برای اینکه زیبایی این کهکشان رو ببینید، من عکسی رو که آبل گرفتم میارم. Whirlpool Galaxy، در واقع این Whirlpool Galaxy دو تا کهکشانن که دارن در حال ادغام و برخورد با هم دیگه هستن و این عکس که از معروف‌ترین عکسایی که هابل گرفته، اینو بیارم بندازم اینجا میبینیدش. بعد یکم وایس این تو واضح شه، ببینید چقدر قشنگ، واقعا زیباست. کهکشان بزرگتر در حال بلعیدن کهکشان کوچیکتره، چقدر زیباست واقعا. و خب عکس ما با توجه به اون کادری که داریم، اگه پردازش درستی انجام بدیم، باید تقریبا چنین چیزی در بیاد. با توجه به تعداد شاتی که زدیم، من فقط نمیدونم این ابرو رو این چطوری در آورده، فکر کنم با اینفرارد هم. آخ ما یادمون رفت، اصلا دفعه بعد باید یه چند تا شات هم با دوربین مادیفای بزنیم از همین کهکشان، بتونیم چنین عکسی رو داشته باشیم. بذارید من این عکس رو سیو کنم رو دسکتاپ که عکس رو ببینید. این Whirlpool Galaxy تعداد شات خیلی بالایی زدیم و این به ما این چیز رو میده که امکانات رو میده که پردازش بهتری داشته باشیم روی این کهکشان. دو تا کهکشان هم دارن با هم دیگه برخورد میکنن. این عکس Whirlpool Galaxy، من اینو بازش میکنم با یک نرم افزار مخصوص دیدن عکسای نجومی، آسترا ایمیج. و ببینید چقدر زیباست. حالا جالب اینه که در داخل همین کادرش اینا کهکشانایی هستن که در پشت این کهکشان Whirlpool قرار دارن و این ابرایی که میبینید اینجوری شبیه مهه، در واقع گرد و غبارای این کهکشان کوچکتر هستن که متلاشی شدن در برخورد با این کهکشان بزرگتر. اجرامش رو بلعیده، اون گرد و غبارش مونده، گرد و خاک به پا کرده دیگه در حقیقت. و تمام این نقطه هایی که میبینی در پشت این کهکشان قرار دارن، خودشون کهکشان های دیگه ای هستن. و این سوژه دوم بود. من کلا خیلی خوب کار کردیم دیشب، واقعا حس انرژیشون اگه خوب باشه قطعا خروجی خوبی خواهید داشت. ببینید تعداد شات بالا،
یعنی عجله نکردیم، قشنگ خیلی حساب شده و خیلی درست رفتیم جلو و من فکر میکنم عالی بشه پردازش این عکس. شما الان یه تک شات رو نگاه نکنید که مثلا خب این تک شات نه کراپ شده نه هیچی، نه نور داره نه رنگ داره و پر از مثلا خطاهای مختلف هست، بایاس هست، خطای گرین دارک هست که ما دارک و اینا همه چی گرفتیم و اینا رو موقع پردازش ایشالله میبینیم که چی در میاد. و این دوتا سوژه بچه خود این دوتا سوژه سوژه هایی هن که باید برای عکاسی ازش شما ازشون ماها واقعا زمان صرف کنید تا فقط بتونید که اول اینا رو درست پیدا کنید تو آسمان، چون پیدا کردنشون به این آسونی نیست و شاید در یک کلام میگیم خب فلان کهکشان و به راحتی فکر میکنیم پیدا میشه، ولی اصلا اینطوری نیست. فقط کافیه شما یه لنز تله داشته باشید و با این لنز تله مثلا چهار تا سوژه خیلی خیلی پرنور و خیلی معروف رو بخواید همینطوری پیدا کنید، ببینم یعنی اون موقع است که متوجه میشید سختی این کارو. برای اینکه این سختی این کار رو شما متوجه شید، من یه با لنز 5 میلیمترم سیگما یه عکسی از همین کهکشان ویرپول گرفتم که بهتون نشون بدم واقعا کار تلسکوپ چقدر سخته و در واقع داریم چی رو میگیریم. و وقتی دفعه اول که مثلا آسمان رو میبینیم چطور ویرپول گالکسی رو میتونیم پیدا کنیم و اصلا ببینیم تو کادرمون چقدیه. برای این کار من یه شات زدم از دوبه اکبر، چون از طریق دوبه اکبر من مطالعه کرده بودم که از طریق دوبه اکبر میشه این کهکشان رو پیدا کرد. خب من یه شبیه کفترا نمیفتم اینجوری سرم بالاست، یعنی بیارم اینجا و اینم باز کنم اینجوری که پیداش کنم. اینجا عکس چندم بود؟ اینجا بود. ایوه این عکس 47-82. اینو همینجوری نمیشه انداخت. عکس 47-82 رو باز میکنم که بهتون این عکس رو واسه این گرفتم که اون واقعا زحمتی که تلسکوپ اون سختی و داستانش رو توی یه شات ببینید. اینو با یه چیزی رو باز میکنم که خب با اینم باز کنم این نشون نمیده این برشون. اینو میارمش اینجا. بذارید من یه فکری برای این قضیه رو کنم. آها اینجاست. اینجوری شد. اینو بیارم اینجا دیگه. خب اینو بر حسب اتفاق موقعی که داشتم از این کهکشان گردا و میخواستم همین ویرپول گالکسی رو میخواستم پیدا کنم، دکترم داشت با تلسکوپش ست میکرد که بتونه روی این سوژه قرار بده. برای این منظور ببینید این ستاره های دوبه اکبره که فکر کنم همه تون دیگه دوبه اکبر رو میشناسید، معروف ترین صورت فلکی آسمانه. و برای پیدا کردن ویرپول گالکسی ببینید ستاره انتهای دوبه اکبر رو ببینید چقدر کار تلسکوپ سخته، باید چی رو بگیره. ببینید این کهکشان ویرپول گالکسیه، این همین، اینو با 5 میلیمتر گرفتم اف 5 میلیمتر سیگما ایزو 800 اف 2 10 ثانیه و این کهکشان ویرپول. فکر کنید تلسکوپ اینو با یه کادری میگیره که تقریبا به اون بزرگی میفته و ببینید چقدر کار واقعا سختی رو انجام میده. کلا دور و بر دوبه اکبر پر از کهکشان و سوژه های واسه عکاسی هست. من یه دونه یکم زوم میکنم، فقط کافی یه ذره بچرخید. الان اینجا رو ببینید این کهکشان فرفره است، همین نقطه ای که میبینید شبیه محو افتاده و شبیه اینجوری زوم کنم اینجوری. این یه کهکشانه. تلسکوپ با همین تلسکوپ هم میتونیم یکی از این سوژه های بعدی همون باشه.
کلا گفتم دوروبر این ستاره دو بکبر ببینید چقدر متمایز نسبت به دوروبر ستاره های دوروبرش. این هم که ویرپول گالکسیه. پس این تکشات رو زدم که بهتون نشون بدم سختی داستان فت کردن تلسکوپ چیه. اینا رو میگم بچه ها ببینید، من ببینم اول تصویر خودم در چه وضعیه و همینطور شما رو. ببینید اون چیزی که خیلی مهمه این نیستش که ما خیلی کار مثلا بزرگی انجام میدیم، یعنی اینا رو میگم که نمیخوام، منظور من از گفتن اینا این نیستش که بگم ما خیلی مثلا خوبیم. خب منظور من از تمام این عکسایی که بهتون نشون میدم و فعالیتایی که توی عکاسی نجومی انجام میدیم اینه که شما اون برداشت، اون اشتباه، اون متاسفانه باور اشتباه که شما اگه یک تلسکوپی بخرید و این تلسکوپ رو همین جوری بذارید و اون دکمه روشنش رو بزنید هر سوژه ای رو که میخواید بهتون نشون میده اینطوری نیست. و نه تنها اون سوژه هایی که الان میبینیم فاصل ساعت ها نوردهیه، اصلا شما دفعه اول که دفعه اول هم نداره کلن تلسکوپ رو که میبینید فقط چند دونه ستاره مثلا پرنور میبینید. تازه اگه فوکوستون درست باشه، اگه همه چیزتون رو درست انجام بدید، برای پیدا کردن سوژه ها بسیار دچار مشکل میشید. حتی تلسکوپ هایی که مقر اتوماتیک داره و میتونه مثلا، متاسفانه این سایت ها میگم بد نوشتن، یعنی بد توضیح دادن در مورد این تلسکوپ ها که رصد چیز به صورت اتوماتیک پیدا میکنه مثلا آندرومدا رو و بهتون نشون میده، اصلا اینطوری نیست. چون همون تلسکوپی که به صورت اتوماتیک این کار رو انجام میده، شما اول باید اون تلسکوپ رو کاملا قطبی کنید، تمام خطاهاش رو بگیرید، چند تا ستاره خیلی پرنور آسمان رو بهش بشناسونید و این مطابق با اون دادایی که بهش میدید میاد و مثلا تحلیل میکنه، میگی با توجه به این داده ها مثلا آندرومدا باید اینجا باشه. و هیچ کدوم اینطوری نیست دقیقا مستقیم بره روی اون موضوع. و همه اینا رو گفتم، همه اینا وقتی به درست انجام بشه تازه میرسید به یه سوژه‌ای که چند تا ستاره خیلی، چند تا سوسوی مثلا خیلی نورانی کوچولو میزنه و اون تصویری که شما دارید مثلا بخواید سحابی رو مثل اون عکسایی که میگیریم تو عکاسی نجومی ببینید اینطوری نیستش. و واقعا حاصل ساعت‌ها نوردهی، حاصل ساعت‌ها، اصلا این همه زحمت رو به خاطر این انجام میدیم که بتونیم این جرم رو پرنورتر و خب زیباتر نشون بدیم با رنگای واقعی تر. ببینم اینجا باز این فولدری هستش که عکسای با دوربین سونی گرفتیم و یه پانوراما گرفتم از راه شیری. ببینید این راه شیری خطاه به خاطر اینکه تراکر من یادم رفته بود خاموش کنم، روشن کنم. این باعث میشه ستاره ها رو ببینید به صورت دوندون و همینطور فلو و تار میشه. اما شات بعدی این خطا رو برطرف کردم و هم فوکوس هم درسته و هم ستاره ها به صورت قشنگ دوندون افتادن. میدونید این خیلی مهم. و وقتی این کار انجام شد از اینجا شروع کردم به پانوراما گرفتن و میبینید چقدر واقعا هیبت راه شیری و آلودگی نوری هایی که برطرف میشه. این خوشه های ستاره ای رو ببینید، این همه خوشه های ستاره ایه. و همینطور ادامه دادم، از هر پنلی چند تا شات زدم، این پنل اول، این پنل دوم، همینطوری یواش قسمت به قسمت میرم بالا، پنل سوم، صورت فلکی قوس و اینم بقیه اجرامی که دیگه میشناسید. حتی اینجا این ساوید تریفید نبولام، اینجا ستیکه و اینجا این سحابی ستون‌های آفرینشه، همین نقطه‌ای که می‌بینید. و فکر کنید از این نقطه بعد چطور عکاسی کنید که اون شاتی که ما تهیه کردیم بتونید یعنی بگیرید. خیلی کار پیچیده و سختیه. بعد که تا یه جایی رفتم اومدم که کادر این طرف که کاملا راه شیری رو بتونم ثبتش کنم. اینم آنتارسه یا قلب العقرب که بارها در موردش صحبت کردم و توضیح دادم در موردش. تجمع ستارگان اینجا میبینید چه خبره، همش هر نقطه کوچولویی که میبینید یه ستاره است
و واقعا چه خبر اینجا. سوژه بعدیمون ستاره، خب طبیعتا این W یا M هست که اونو به شکل صندلی میدیدن به این شکل و میگفتن که این صندلی خداونده یا ذات الکرسی. شروع کردیم به چند تا شات هم از این ذات الکرسی زدن. اینجا رو ببینید، اینا همه صحابیه، کهکشانه، انواع صحابیه و کهکشان در دور این ذات الکرسی وجود دارن. چندین شات زدم ببینید، همینطوری که به خبر واقعا ماهواره میاد رد میشه. یعنی فکر کنم چند سال دیگه واقعا نمیشه دیگه عکاسی نجومی کرد، چون انقدر تعداد ماهواره ها و این اجرام زیاده. حالا اینا رو به صورت اینطوری دیفالت نشون دادم که ببینید بعد پردازش چی میشه. و خب اینجا شات های دارک هست که خیلی مهمه، شات های دارک هم گرفتیم. و سوژه آخری که با دوربین گرفتم فکر کنم که صحابی آمریکای شمالی بود با لنز 70-200. الان بهتون نشون میدم ستاره دنب و از اینجا این صحابی کیوه. چند تا شات زدم فکر کنم 5-6 تا، یهو نظرم عوض شد رو صحابیه آمریکای شمالی که دیگه اینو تمومش کنیم، دیگه نصف کاره نمونه. همه عکس خامه، هنوز تازه از مموری فقط ریختم توی سیستم و حالا میریم واسه پردازشش ببینیم چی میشه. من یکم این دوربینه این پایینه یکم راحت نیستم. این فکر کنم سپایش الان شار شد، یه لحظه جای سپایش رو عوض میکنم و دوربین رو سر جاش قرار میدم و دوباره برمیگردم. میخوایم یه دونه از این عکس ها رو پردازش کنیم و صفر تا صدش رو با هم ببینیم. یه فولدر خیلی جالبی هم توی مموری مونده بود و این فولدر هم الان با هم میبینیم. در واقع یکی از بهترین شبای عکاسی من بود موقعی که تنها در کویر شاهرود بودم و شاتی که چندین شاته، یعنی تایم لپس و بارها در موردش توضیح دادم، تاریکی آسمون و اینکه سختی این عکس که دوربین رو در یه فاصله قرار بدید که بتونید خودتون برید بالا، اونم در تاریکیش مطلق شب، و اینکه آیا رفتید بالا اصلا دوربین معلومه تو اون تاریکی که کجا هست، اگر معلوم بود آیا تو کادرش هستید یا نیستید. و در مورد سختیش گفتم. اینم جالبه که من دیدم این اینجا بود، گفتم اینم یه نگاه بندازیم. همونطوری که میدید داره حرکت میکنه، راه شیری روی مقر هست، من اینجا دیگه داشتم بر میگشتم. اینجا اومدم یه دونه شات اینجا زدم، گفتم نکنه اون محاسباتم خطا باشه، مثلا تو کادرم نیفتاده باشم و اینا. یه شاتم یه حسی گرفتم اینجا، یه قلب واسه همتون. واقعا بچه ها گرفتن این عکس سخته، واقعا سخت. من میبینم یاد اون شب و سختیش که باید فکر چه چیزایی رو برگشتن. از نیشابور بود و خب فول انرژی بودم، از مراسم خیام بشم برمیگشتم. اینجا دیگه مقرم باتریش تموم شد و راه شیری دیگه فقط آسمانه که حرکت میکنه، ولی تا اینجا راه شیری حرکت کرد، از اینجا به بعد دیگه حرکت میکنه. خب من جای دوربینم رو عوض میکنم و برمیگردم و با هم ادامه میدیم قضیه رو. اوکی؟ فعلا تا دقایقی بعد. نم است.